درود یاران همراه انگلیسی مثلاب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس پنج از سری درس های پرکاربردترین ساختارها در مکالمات انگلیسی و انگلیسی رایج و کاربردی در این کلاس و در این کلیپ و در این جلسه میخواییم بپردازیم به ساختار پرکاربرد و رایج I am getting به علاوه یه چیزی معمولا از این ساختار جاهایی استفاده میشه که شما در حال به دست آوردن یه چیزی هستید یا یه چیزی رو میخواید بگیرید یا یه چیزی رو میخواید بهش برسید یا به زودی به دست خواهید آورد حالا با هایی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه به کاربرد و استفاده از این ساختار بسیار مسلط خواهید شد به شرطی که طبق روش در این کلیپ و در این کلاس شرکت کنید و خوب یاد بگیرید بچه ها برای حمایت از ما میتونید روی آیتم لایک کلیک کنید و برای دریافت ویدیوهای آتی کانال انگلیسی مثل آب میتونید آیتم سابسکرایب رو فشار بدید و با فشردن آیتم نوتیفیکیشن میتونید جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی به دست شما برسه و بتونید از اونها استفاده بکنید. بسیار خوب بپردازیم به ساختار I'm getting در انگلیسی. I am getting home. I'm getting home I am getting در واقع ساختار حال استمراریه اما در کنار ساختار حال استمراری بودنش برای بیان اینکه شما یه چیزی رو دارید به دست میارید یا بهش دارید میرسید یا میخواید بگیرید ازش استفاده میشه مثلا در اینجا I'm getting یعنی من دارم میرسم به کجا به home خانه I'm getting home من دارم به خانه میرسم خیلی هم خوب فقط دوستان توجه کنید معنی فعل get یعنی دست یافتن به دست آوردن گرفتن و چنین مواردی و وقتی که در حالت ing نوشته میشه باید یه تی هم بهش اضافه کنید و همینطور که دارید مشاهده میکنید با دو تا تی نوشته میشه I'm getting home من دارم به خانه میرسم I'm getting home I'm getting home I am getting fat. I'm getting fat. Fat یعنی چربی و چاق. I'm getting fat یعنی من دارم چربی میگیرم و خیلی آمیانه تر و خیلی خلاصه تر دارم چاق میشم. I'm getting fat. چاقی از شما به دور باشه اگر میخواید چاقی از شما به دور باشه فراموش نکنید که برای یادگیری خودتون حتما عبارت ها و جملاتی که داریم در این کلاس با هم کار میکنیم رو در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون برای اینکه نشون بدید آقا من بلدم و میتونم یک جمله رو بیان کنم یک عبارت رو بیان کنم در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا دقیقا در ذهنتون حک بشه I'm getting fat. من دارم چاق می شوم. I'm getting fat. I'm getting fat. I am getting angry. I'm getting angry. I'm getting یعنی من دارم میشم یه چیزی چه چیزی angry عصبانی I'm getting angry یعنی من دارم عصبانی میشم حواستون باشه نبینم تمرین نکنید دارم عصبانی میشم I'm getting angry برای اونایی که در تمرینات شرکت نمیکنن و وقت خودشونو تلف میکنن آقا یک بار برای همیشه یاد بگیر دیگه چجوری تمرین کن چیز سخت و عجیب غریبی نیست در قسمت کامنت عبارتها ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا یک بار برای همیشه یاد بگیرید در غیر این صورت I'm getting angry من دارم عصبانی می شوم. I'm getting angry. I'm getting angry. I am getting bored. I'm getting bored. Bored یعنی کسل I'm getting bored یعنی من دارم کسل میشم کسل یه مقدار فرق داره با خسته خسته جسمی میشه tired اما bored یعنی خسته روحی کسل شدن بی حسل شدن I'm getting همونطور که گفتیم یعنی داریم به دست میاریم یه چیزی رو چه چیزی رو bored کسلی I'm getting bored یعنی من دارم کسل میشم I'm getting bored I'm getting bored I am getting tired. I'm getting tired. Tired یعنی خسته خسته فیزیکی یا جسمی. I'm getting یعنی دارم میشم یا دارم به دست میارم چی رو؟ tired خسته I'm getting tired من دارم خسته میشم خب برای که خسته نشی کاری نداره که در تمرینات شرکت کن فقط دیدن این کلیپ فایده نداره ها قربون چشمات برم اگر میخوای یاد بگیری حتما در قسمت کامنت شرکت کنید در دفترچه یادداشتتون مثال ها رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه بنویسیم با هم و تکرار کنیم I'm getting tired من دارم خسته می شوم. I'm getting tired. I'm getting tired. I am getting old. I'm getting old. Old یعنی پیر یا سن و سال. I'm getting یعنی دارم به دست میارم. دارم میشم. چی? Old. پیر. I'm getting old یعنی من دارم پیر میشم همیشه یادتون باشه آدم تا یه سنی بزرگ میشه از یه سنی به بعد پیر میشه اما چه زمانی زمانی است که ما شروع میکنیم به پیر شدن زمانی که یادگیری رو بذاریم کنار و وقتی که یادگیری رو کنار گذاشید زمانی است که شما شروع میکنید به پیر شدن و سلام گفتن به خداحافظ به مرگ آقا اگر میخواید پیر نشید اگر میخواید همیشه جوون بمونید و I'm getting old هیچوقت نگید یادگیری رو شروع کنید و همین جا استارتش بزنید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید I'm getting old من دارم پیر میشوم I'm getting old I'm getting old I am getting young. I'm getting young. I'm getting یعنی یه چیزی رو دارم به دست میارم. چه چیزی رو یانگ جوان. I'm getting young یعنی من دارم جوان میشم. آقا مگه میشه مگه غیر از بوتاکس و لیفتینگ صورت و فلان و حرفا میشه جوان شد. بله شما میتونی ذهنت رو جوون کنی وقتی ذهنت جوون باشه جسمت هم از اون تبعیت میکنه و جوون میشه چه جوری با یادگیری من بهت قول میدم وقتی یادگیری داشته باشی انرژی خواهی داشت و به سمت و سوی بهترین ها پیش خواهی رفت همینجا استارتش بزن در قسمت کامنت بنویس و با صدای رسات تکرار کن I'm getting young من دارم جوان میشوم I'm getting young I'm getting young I am getting better. I'm getting better. I'm getting یعنی من دارم میشم چه چیزی میشی؟ Better. Better یعنی بهتر. I'm getting better. من دارم بهتر میشم. قطعا بدون شک اون کسی که تمرین میکنه و ممارست داره و تسلیم نمیشه در مسیر یادگیری بدون شک در مسیر بهبود و بهتر شدنه. I'm getting better. من دارم بهتر میشم. I'm getting better. I'm getting better. I am getting late for work. I'm getting late for work. I'm getting late. late یعنی تاخیر داشتن یا دیر شدن I'm getting late یعنی من داره دیرم میشه برای چی کجا میخوای بری for work برای سر کار رفتن I'm getting late کلا یعنی من داره دیرم میشه for work هم میتونید به جاش هر چیزی بذارید for school for home for هر چیزی که میخواید I'm getting late for work برای سر کار رفتن دارد دیرم میشود I'm getting late for work. I'm getting late for work. I am getting ready for bed. I'm getting ready for bed. I'm getting ready یعنی من دارم آماده میشم for برای bed. رخت خواب یا تخت خواب. میخوای بری لالا دیگه. I'm getting ready for bed. آقا فعلا نرید بخوابید الان وقت تمرینه پس اگر میخوای تمرین کنید به جای اینکه برید لالا همین جمله و همین عبارت و عبارت ها و جملاتی که در این درس تقدیم میشه خدمت شما در قسمت کامنت ها رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید این درس که تموم شد بعد برید لالا هر جایی که دوست دارید برید زمان کلاس مگه وقت خوابه جمله و عبارتمون اینه با هم مینویسیم و تکرار میکنیم I'm getting ready for bed من دارم برای رخت خواب آماده می شوم. I'm getting ready for bed. I'm getting ready for bed. I am getting engaged. I'm getting engaged. Engaged یعنی نامزد شده نامزد شده I'm getting engaged یعنی من داره نامزدم میشه یعنی چی؟ یعنی من دارم نامزد میشم خب به سلامتی مبارکه I'm getting engaged من دارم نامزد میشم I'm getting engaged I'm getting engaged I am getting married I'm getting married. Married یعنی ازدواج کرده. I'm getting یعنی من دارم میشوم. اون بلا به سر من داره میاد. I'm getting married. من دارم ازدواج میکنم. آقا مبارک باشه. با تعلیم برحال دنیای خودش رو داره. I'm getting married. من دارم ازدواج میکنم. I'm getting married. I'm getting married. I am getting divorced. I'm getting divorced. Divorced یعنی جدا شده یا طلاق گرفته. کسی که ازدواج کرده بوده اما طلاق گرفته. و یه جورایی میشه گفت آزاد شده هرچند ازدواج دامیه که یه که نرفتن توش میگن ای کاش ازدواج کنیم و اونایی که رفتن توش بعضیاشون میگن ای کاش رها بشیم به هر حال ماجرایی است دیگه دیورست پس میشه طلاق گرفته I'm getting divorced یعنی من دارم طلاق میگیرم I'm getting divorced I'm getting divorced I am getting good at reading I'm getting good at reading I'm getting good یعنی من دارم خوب میشم آفرین در کجا؟ at reading در خواندن خیلی هم خوب جمله و عبارتمون اینه حالا اگر میخواهید هم در خوندن هم در نوشتن هم در بیان کردن خوب بشید همین جمله و همین عبارت رو نه, نه تنها همین رو کل عبارت ها و جملات رو این درس رو در قسمت کامنت بنویسید تمرین کنید در این کلاس شرکت کنید رایگان آقا حتما اگر پول داده بودید شرکت میکردید کلی هم تازه براش تلاش میکردید اما اینکه رایگانه دلیل نمیشه شما در کلاس شرکت نکنید در این کلاس شرکت کنید در تمرینات شرکت کنید برای رشد خودتون جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت می و با صدای رسا تکرار میکنیم I'm getting good at reading من دارم در خواندن خوب میشوم I'm getting good at reading I'm getting good at reading I am getting a new car I'm getting a new car. New car یعنی ماشین جدید. A new car یعنی یک ماشین جدید. I'm getting من دارم میگیرم. چی میگیری؟ A new car یک ماشین جدید. آقا مبارک شیرینی یادت نره. I'm getting a new car. من دارم یک ماشین جدید میگیرم. I'm getting a new car. I'm getting a new car. I am getting a new job. I am getting a new job. I am getting دارم میگیرم یا به دست میارم چی رو؟ A new job. Job یعنی شغل یا کار. New یعنی جدید. A new job یعنی یک شغل جدید. I am getting a new job. آقا مبارک. I am getting a new job. من دارم یک شغل جدید میگیرم. I am getting a new job. I'm getting a new job. I am getting an error message. I'm getting an error message. Error yani khata va message yani یعنی payam. Error message yani payam khata. An error message yani yek payam khata. پس چرا گفتی an error message و نگفتی a error message؟ دلیلش اینه که کلمه ای که میخوایم بیاریم حرف اولش صدادار گفتاریه یعنی a در error به خاطر همین از آرتیکل an استفاده میکنیم و میشه an error message یک پیام خطا چی شده؟ من دارم یک پیام خطا میگیرم چیکارش کنم باید خطایابی بکنی I'm getting an error message من دارم یک پیام خطا می گیرم. I'm getting an error message. I'm getting an error message. I am getting ready for school. I'm getting ready for school. I'm getting ready یعنی من دارم آماده میشم برای چی؟ For برای school مدرسه. For school یعنی برای مدرسه I'm getting ready من دارم آماده میشم for school برای مدرسه خیلی هم خوبه حالا که برای مدرسه داری آماده میشی فراموش نکن عبارت ها و جملات این درس و این کلاس رو اول در قسمت کامنت مینویسی تمرین میکنی با صدای رسها تکرار میکنی بعد هر جا دوست داشتی میری جمله و عبارت مونینه بنویسید و با صدای رسها تکرار بکنید اگر هم این کلیپ رو در یوتیوب دارید میبینید و تا الان این کلیپ رو لایک نکردید دکمه لایک رو فشار بدید به درد ما نمیخوره ولی به درد شما میخوره کانالتون میره بالا و باعث میشه که کلیپ های بهتری براتون بسازیم جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می I'm getting ready for school من دارم برای مدرسه آماده می شوم I'm getting ready for school I'm getting ready for school I am getting ready to go out. I'm getting ready to go out. I'm getting ready یعنی من دارم آماده میشم که چی کار کنی؟ To go که بروم out بیرون To go out یعنی که برم بیرون I'm getting ready to go out من دارم برای بیرون رفتن آماده می شوم. I'm getting ready to go out. I'm getting ready to go out. I am getting closer to God I'm getting closer to God. I'm getting closer یعنی من دارم نزدیکتر می شوم. به کی به کجا؟ to God. God وقتی که با جی بزرگ نوشته میشه اشاره داره به خداوند یکتا خدا را سپاس که فرصت خدمتگذاری به شما عزیزان رو داریم. I'm getting closer to God. من دارم به خداوند نزدیکتر می شوم. I'm getting closer to God. I'm getting closer to God. I am getting a new family. I'm getting a new family. I'm getting یعنی من دارم صاحبش میشم دارم به دست میارم a یک new جدید family family یعنی خانواده a new family یعنی یک خانواده ی جدید I'm getting a new family در واقع یعنی من دارم یه خانواده جدید به دست میارم و تو فارسی میگیم داریم تشکیل میدیم دیگه خانواده رو داریم تشکیل میدیم آقا محفل خانوادهاتون گرم باشه همیشه و همیشه خورسند و تندرست باشید با هم همین جمله و همین عبارت رو در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم تا خوب یاد بگیریم I'm getting a new family من دارم یک خانواده جدید تشکیل می دهم I'm getting a new family I'm getting a new family I am getting late for college. I'm getting late for college. I'm getting late یعنی من داره دیرم میشه. برای کجا؟ For college. برای کالج. آقا کالج ثبت نام کردیم دم پیری و مرکی گیری نه خیر یادگیری باعث میشه جوون بشی یعنی به عقب برگردی به جای اینکه سنت زیاد بشه سنت کم میشه روحت جوون میشه روحیت جوون میشه پس یادگیری رو هیچ وقت فراموش نکنید. با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسات تکرار می کنیم. I'm getting late for college. دارد برای کالج دیرم می شود. I'm getting late for college. I'm getting late for college. I am getting improved. I'm getting improved. Improved یعنی بهبود یافته یا بهتر شده. I'm getting improved یعنی من دارم بهتر میشم. بدون شک بهتر میشی. مگه شک داری به انگلیسی مستاب خوردن؟ ذره شک نداشته باشی یا آقا تمرین باعث میشه که رشد کنی. اینکه یه چیز اثبات شده است. پس با هم بنویسیم و با صدای رسا تکرار کنیم. I'm getting improved. من دارم بهبود مییابم I'm getting improved. I'm getting improved. I am getting ready for my next move. I'm getting ready for my next move. I'm getting ready یعنی من دارم آماده میشم برای چی؟ For برای my مال من next بعدی move حرکت next move یعنی حرکت بعدی for my next move یعنی برای حرکت بعدیم I'm getting ready for my next move من دارم برای حرکت بعدیم آماده می شوم I'm getting ready for my next move I'm getting ready for my next move I am getting closer to my goals. I'm getting closer to my goals. I'm getting closer یعنی من دارم نزدیک میشم به چی تو به my مال من goals goal یعنی گل یا هدف و goals یعنی اهداف to my goals یعنی به سمت و سوی اهدافم I'm getting closer to my goals. من دارم به اهدافم نزدیکتر می شوم. بدون شک اگر تمرین کنید اگر خوب یاد بگیرید و طبق روشی که خدمت شما تقدیم کردیم به عنوان پیشکش با ما همراه باشید و خوب تمرین کنید بدون شک به اون چیزی که می میرسید و به اهدافتون نزدیک خواهید شد. جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم. I'm getting closer to my goals. من دارم به اهدافم نزدیک تر می شوم. I'm getting closer to my goals. I'm getting closer to my goals. خدا قوت دمتون گرم آفرین بر شما که طبق روش تمرین کردید. یک بار دیگه میگیم هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید اصلا دلیلش چیه آقا شما انقدر میگی در قسمت کامنت بنویس عزیز دلم یکی از مشکلاتی که زبان آموزا دارن اینه که جرأت و جسارت بیان یک جمله رو ندارن حتی خود شما که دارید اینو میشنوید جرأت و جسارتش رو نداری که اشتباه بکنی یک جمله رو در قسمت کامنت بنویسی درسته یا نه قطعا اینو تایید میکنی اما اما اگر شما رفته رفته این کار انجام بدید و جسارت و جرأت بیان کردن یک جمله در قسمت کامنت رو داشته باشید و اگر ندارید با تمرین کردن بهش برسید باعث میشه که در دنیای واقعی هم حراس از ابراز دانستهاتون نداشته باشید ضمن اینکه وقتی میگیم آقا صدای خودتون رو ضبط کنید هنگام خوندن این ها و جملات و مقایسه بکنید با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ هدف چیه هدف این است که شما بتونید اشتباهات خودتون رو پیدا بکنید و رفته رفته اونها رو اصلاح بکنید کاری که یک کودک در روش طبیعی یادگیری یک زبان انجام میده کودک گوش میده بیان میکنه اگر اشتباه گفت توجه میکنه و اصلاحش میکنه ما که دیگه کودک نیستیم ضمن اینکه میتونیم از ابزارهای دیجیتال و الان این همه تکنولوژی استفاده بکنیم و کارمون رو راحت تر بکنیم پس بیایم صدای خودمون رو ضبط کنیم و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنیم تا بتونیم اشتباهاتمون رو پیدا کنیم و اونها رو رفع بکنیم در حقیقت طبق همین روشی که دارید الان روی صفحه مانیتور یا موبایلتون مشاهده می فرمایید بی نهایت سپاس گذاریم از همراهی شما عزیزان با انگلیسی مستاب خوردن اینکه ما رو دنبال می و به دیگران هم معرفی می آرزوی ما برای شما چیزی نیست غیر از تندرستی خوشی خورسندی صلح و صفا و آرامش و تندرستی باز هم در هر کجای دنیا که هستید